اینجا زیرین سقف گرده هم آمدند تا برای نگفتن و دخانیات بحث و تبادل نظر کنند. اشتراک کنندگان در این برنامه کافی شاپ ها و قلیان خانه ها را سرمنشه ترویج اعتیاد در جامعه دانستند. مسئولان اطلاعات فرهنگ هرات می گویند که به هدف کاهش مصرف دخانیات و ارتقای سطح آگاهی عمومی و ویژه جوانان از این روز تجلیل کردند. در کنار اینکه کارهای فرهنگی و اطلاع رسانی میشه و در پهلوی روشنگری به ارتباط مضرات این پدیده، من فکر میکنم نیازه که اقدامات عملی هم در سطح اجتماعی ما صورت بگیره، از طریق نهادهای امنیتی، نهادهای مسئول، به ویژه اداره محترم مبارزه با مواد مخدر، قماندانی امنیه و نهادهایی که در این زمینه مسئولیت دارن. آقای رؤوفیان همچنان تاکید ورزید تا زمانی که کافی شاپ ها عملا جمع نشوند، نمیتوان با کارهای فرهنگی این مشکل را حل کرد. اشتراک کنندگان در این برنامه بیکاری و استفاده از دخانیات در کافی شاپ ها را یکی از عوامل افزایش معتادین عنوان کردند. آنان همچنان از دولت خواستند تا در عرصه برگزاری برنامه های فرهنگی و درمان معتادین تلاش کند. متاسفانه تعداد معتادین در سطح ایران روز به روز بیشتر میشه و این هم بیشتر به کافی شاپ ها مربوط میشه و دولت باید که اول تعداد کافی شاپ هایی که قلیانه در سطح شهر به طور آزادانه رواج میدن، باید دولت این تعداد کافی شاپ ها جمع کنه. معتادین تعداد از اون روز به روز به جایی که کاهش پیدا بکنه افزایش پیدا میکنه. اگر دولت با بعضی جوانانی که در این راستا همکار هستند در این راستا با اونا همکار باشه، فکر میکنم بتونه تاثیر زیادتری بکنه. در این حال فعالان مدنی میگویند که یگانه راه کاهش استفاده از دخانیات سرگرم ساختن جوانان به ورزش است. آنان بهترین راه برای جلوگیری از آلوده شدن جوانان به مواد مخدر را بازگو کردن زیانهای آن و راههای نگفتن به مصرف این مواد عنوان کردند. دم چهار گوشه شهر ما یک چهار دانه ورزشگاه، چهار بخی سالن ورزشی، ورزشگاه هم نه سالن ورزشی باشه، حداقل حکومت یک همکاری بکنه، دو روز در هفته، یک روز در هفته در ساعت‌های خلوت همو هزینه از اون را به یک شکلی رایگان‌تر بسازه که خانما بتونن راحت‌تر استفاده بکنن، کمتر مجبور باشن که پول بپردازن. جوانایی که همه امکانات را ندارن که پول بپردازن ساعتی، به یک شکلی از اشکال یک قراردادی باشه، یک تعهدی وجود داشته باشه که در اختیار و تیم‌های ورزشی قرار بگیره، در اختیار جوان‌ها قرار بگیره که برند چهار گوشه شهر ورزش بکنند. اصلا سرگرمی های جدید باید به وجود بیاید. در همین شهر هیچ سرگرمی وجود نداره، برای ما جوان هیچ سرگرمی وجود نداره. در همین حال محمد انور متین، کارشناس فرهنگی مقام ولایت هرات، میگوید که اداره محلی در تلاش است تا اقدامات جدی را در این زمینه انجام دهد. ما برای پیشگیری و کنترل از قیلان خانه ها و چگونگی استفاده است ساحات و مناطق سرپوشیده و استفاده از تنباکو تدابیر جدی تری را اتخاذ میکنیم. اما آن گونه که افغانستان با یک جنگ تعمیلی روبرو هست، زندگی شهروندان افغانستان را قربانی میگیره، مواد مخدر به عنوان یک دشمن آرام و بی سر و صدا در خیابان ها شما میبینیم که همه روز نسل نور، نسل جوان که در عمران، در بازسازی و در پیشرفت افغانستان میتونستن نقش مهمی را ادا کنن به عنوان عناصر خرافکار، جان خود از دست. همه ساله به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات اقدامات انجام و فعالیت گسترده‌ای در نظر گرفته می شود، اما بعد از گذشت چند روز به باد فراموشی سپرده می شود.